تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت کاری که شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه. سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه‌ای که در حقیقت بسیار متفاوت است. سه‌شنبه 24 دسامبر هست. هنوز ما زیاد عجله داریم تونتون می‌خوایم برسیم به ژانویه. نه، هنوز در سال 2009 هستیم و بهها در شب کریسمس است و در این شب کریسمس 24 دسامبر سوم دی مثل هر سه شنبه از آقای ایجادی در این شب نوئل که همه با خانواده هستند و جمع میشن تا بهانه ای باشه برای دیدار و خوشی، ما از آقای جدی خواهش کردیم که آقا این خانواده رو رها کن، به خانواده ما بیا به خانواده بزرگتر. و این بزرگوار هم مثل همیشه مهربانی کرد و پذیرفتن که در این سه‌شنبه در خدمتشون باش. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم با آقای جادی، سپاسگزار باشیم از حضورش و از اینکه مهر میکنه و این فرجه رو در اختیار ما قرار میده. واقعا ازش ممنونیم. آقا سلام میکنم به شما. آقای جادی صدای منو دارین شما؟ نه. بله، عرض ادب کردم آقای جادی، سلام کردم به شما. تصمانه صدامون رو نشنیدی؟ نه عزیزم، نشنیدم. بله، سلام میکنم دوباره مجددن به خدمت شما. متشکرم. من هم به نوبه خودم به شما درود میگویم و همچنین به همه بینندگان محترم شما و امیدوارم که برها در این روزهای هم نگرانی ها و استراها در ایران ما و هم برها شادی هایی که برای بخشی از جمعیت جهان مطرح هستش به خاطر جشنواره های نوئل، بر هر ما هم بتونیم امیدهای خودمون رو برای روز بهتر نگه داریم. بله، من یک ویدیویی رو دیدم، ضمن این که خب خوب بود و تلنگر بود و تذکر بود، اما یه ذره خیلی ناچسب بود، خیلی دلگیر کننده بود. اون دوست که در کانال تلگرامش خیلی خیال خودش صحبت‌های منطقی می‌کرد که پوسته روش بسیار منطقی بود، اما بسیار کسل کننده است که از اینجا بشینیم تو خونمون پای کامپیوتر یواشکی بعد بگیم که آی مردم مگر چی میشه شما برین تو خیابون جانتون رو از دست بدین؟ مگر چند تا جان داری؟ مگر نمی‌بینی؟ خودتو بذار جای اون، جای پدر، جای مادر، جای فرزند، جای معشوق. اگر این رو از تو گرفته بودن چه می کردی؟ می دونم، ولی اینی که آخه تو فرنگ بشینی، حتی حاضر نباشی بیای تو خیابون خودت، تو محله خودت اونجا اعتراض کنی، ولی از توقع داری از مردمی که زیر فشارن اومدن تو خیابون، نه با سیستم کاری داشتن، نه میخواستن حکومت سن، گفتن آقا این گرونی بنزین تکلیف چیه، به گلوله بستش. بعد ما از اینجا هی بگیم آقا مردم ما مگه شما چند تا جون دارین؟ خب من فهم میکنم خیلی کسل کننده است. یعنی اصلا آدم تعجب میکنه که چطوری ممکنه یه آدمی به خودش حتی اجازه بده و جرأت کنه که اینجوری حرف بزن. میگم
ممکنه پوسته روش خیلی منطقی باشه، ولی نظامی جبار است، نظامی فلان است، ولی این که بهش بگی تو این کارو بکن من این کارو نمیکنم، این خیلی دلگیر کننده است. شما چی فکر میکنین آقای ایجادی؟ چند کلمه اینو که در ابتدای صحبتتون گفتید باور کنید این کلماتی هستش که من دیشب داشتم برای خودم یادداشتایی مینوشتم و با این ترتیب آغاز کردم و یادداشتای خودم رو که در ابتدا گفته شد در این خیزش اخیر که یک نفر چند نفر کشته شدند، پس از اون اعلام شد 200 نفر کشته شدند، پس از اون اعلام شد 1000 نفر کشته شدند و بالاخره امروز ما شنیده ایم و میشنویم که 1500 نفر کشته شدند. کشتن انسانه و همونطور که شما گفتید اینها چه کسانی بودند؟ اینها آدمهایی بودند که میخواستند آسوده زندگی بکنند، حداقل رفاه رو داشته باشند، آزاد باشند، بدون آخوند باشند. کسانی بودند که عاشق بودند، کسانی بودند که میخواستند ازدواج بکنند، کسانی بودند که دانشجو بودند، کسانی بودند که میخواستند مسافرت بکنند، کسانی بودند که نمیخواستند ثروت مملکتشون و مردمشون در حلقوم افراد و جریانات اسلامیستی ارتجاعی و تروریستی قرار بگیره. کسانی بودن که به این زیادی خواهی این آخوندها نفرت داشتن نسبت به اونها و خواهان این بودن که همه این ماجراها پایان بپذیره، چه مطالبات اقتصادی، چه مطالبات گروهی، چه مطالبات سیاسی. حق هر انسانی هست که بخواد مطرح بکنه و براش نیز تلاش بکنه. مگر در تمام کشورهای پیشرفته از اون نظر مناسبات سیاسی که دموکراسی درشون قرار داره، مگر در این کشورها تظاهرات صورت نمیگیره؟ بله که صورت میگیره. خود فرانسه که من هستم، این همه تظاهرات، این همه جنبش های کارگری در سطوح مختلف در کشورهای مختلف وجود داره، ولی کسی به خاطر ابراز عقیدهش کشته نمیشه، کسی به خاطر این که اومده تو خیابونها داد میزنه از بالای بامها و از طریق مسلسلها، از طریق در واقع کامیونهای ارتش و غیروزالک مورد حمله و هدف قرار نمیگیره. حتی مواردی هم که انحرافی صورت بگیر از جانب یک فرد، اون فرد محاکمه میشه. ولی ما نگاه بکنیم 1500 نفر از هممیهنان ما که انسانهایی بودن که میخواستن زندگی بکنن، زندگی رو اینها دوست داشتن و به خاطر اینکه زندگی رو دوست داشتن آمده بودن که از حق زندگی عادی دفاع بکنن. و این زندگی عادی یعنی از جمله این که بتونن نفس بکشن، بتونن در محیط زیست خوب قرار داشته باشن و بتونن برخلاف نظام حاکم و برخلاف این اختناق دینی اسلامی سیاسی موجود بتونن بگن که ما هم حق داریم مانند دیگر مردمان این جهان آسوده و آرامش داشته باشیم. بلکه اینها به این ترتیب درو شدن و این خود یک در واقع چیه؟ جنایت علیه بشریت هست. من نگاه می کردم از چند وقت پیش به یک سلسله حوادثی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. شما خاطرتون هست نازیسم، شما خاطرتون هست پلپوت و خمرهای سرخ، شما خاطرتون هست در آنچه که در یوگسلاوی سابق و پس از این که اینها متلاشی شدن صورت گرفت و کشورها و شرایطی از این قبیل. اینها کسانی بودن که بدون اینکه جنگ مسلحانه بخوام بکنن مورد هجوم قهری و خشن مسلسلهای حکومتی قرار گرفتن. اینها عاشقانی بودن که در واقع زندگیشون پرپر شد و نابود شد. اینها کسانی هستن که امروز شما نگاه بکنید به پدر و مادرهایی که در این لحظه تمام زندگیشون برای پسرشون، برای دخترشون امید گذاشته بودن و امروز در یک لحظه دیدن که تمام این امیدها نابود شد و پرپر شدن بچه‌هاشون. و بنابراین این یک فاجعه بزرگی برای
جامعه انسانی هست و از جمله جامعه ما که به این ترتیب یک رژیم صفاک، یک رژیم تبهکار به این راحتی میکشه. داشتم نگاه میکردم چند وقت پیش کتابی رو از هانا آرنت میخوندم و میخونم تحت عنوان آیشمن در یروزالم یا اورشلیم. آیشمن در اورشلیم. و جالبه نکاتی که در این کتاب آمده به این ترتیبه که مسئله دادگاه آیشمن هستش و در دادگاه آیشمن نکاتی که مطرح شده از جمله که به بحث ما ارتباط داره به این ترتیب هست. اینکه پس از اینکه فرانسه شکست خورد در سال 1940 و بنابراین به نحوی تسلیم شد از طریق در برابر نازیسم و مارشال پتن، از زمانی که در واقع از مارس 41 اینا شروع به حرکت و تعرض به جبهه‌های شرقی می‌کردن، در همین لحظه هست که به شکل درونی و در درون حزب نازی اعلام میشه که باید چی؟ باید به اصطلاح یهودیان رو کشت، اونها رو از بین برد. و جالبی قضیه از نظر تاریخی در این هست که صحبتهایی که آیشمن میکنه داره مطرح میکنه که او مطلع نبود از این قضیه. آیشمن فرد بزرگ این نظام میگو من آنچنان که باید شاید مطلع نبودم، یعنی گفته شده که من به فرض در فلان اردوگاه رفتم و غیروزاله، ولی که این اردوگاه آنچنان گسترده بود، آنچنان وسیع بود و در ضمن زندانی درش بود، کارهای اجباری درش بود، ولی که اون به اصطلاح کشتارها رو من ندیدم. خب شما نگاه بکنید، ما در این نقطه تاریخی قرار نداریم، ولی که میخوام دقتتون رو به این بدم که چی؟ شما الان نگاه بکنید، این آخوند یا اون فرد مسئول یا وقتی که رئیس سپاه پاسداران یا از این افراد میره در خانه کسانی که فرزندانشون از دست داده روی زمین میشینه، به اصطلاح از اونها دلجویی داره میکنه. خمینی به بخشید خامنه‌ای صحبت از این که از خانواده هایی که غیر الویله بودن از این خانواده ها دلجویی باید بکنید. یعنی شما نگاه بکنید، جلادان که در واقع دستور کشتار رو اعلام کردن و این رو در واقع رو به اصطلاح خبرنگاری هم اخیرا اعلام کردن که این مستقیما به دستور خامنه ای بود که تمام هر چی که می توانید انجام بدهید. و یاد باز همین به اصطلاح برخی از این برخی این کتاب می افتم که در بیان در درون حزب نازی وقتی که می خواستن یهودی ها رو بکشن یک جمله محرمانه بود، میگفتن هر جا که خبرها رو میخواستن پخش بکنن میگفتن محرمانه است. و برای اینکه در واقع مسئله قتل عام یهودی ها رو انجام بدن و در دستور قرار بدن، یک جمله میامد یا یک اصطلاحی میامد که به عنوان سولوشن فتل. سولوشن یعنی راه حل و فتل هم یعنی قطعی و نهایی. بنابراین راه حل نهایی یعنی چی؟ یعنی کشتار تمام اون یهودیان در کورهای آدمسوزی و در کامیون هایی رو که اینها کامیون های سربسته بود و گاز رو وارد اینها می کردن و این انسان ها رو می کشتن. و شما نگاه بکنید امروز کسانی که در رأس این قدرت هستن هم عوام فریبی و دروغ، هم در واقع جنایت و سرکوب مستقیم، دوتایی در کنار هم هستن. اینها اگر میان مطرح میکنن که ما نمیدانستیم، ما میدانستیم، ما اله بودیم، همین ها نمایش نامه های اینها هست برای اینکه در واقع میزان جنایتی رو که اینها کردن از نظر انظار عمومی تا اونجایی که برایشون میسره بپوشونن. و ما خوشبختانه میبینیم که اخبار به مرور داره بیرون میاد، خوشبختانه میبینیم که از طریق همین شبکه‌های اجتماعی که در اون دوره‌ای که می‌خواستن اینها مردم رو قتل عام بکنن، خبرهای دیروز و امروز داره پخش میشه. بنابراین جنایتکاران امروز نسبت به دوران گذشته‌ای که چه بسا ما هنوز که هنوز در ارتباط با قتل‌های سال‌های 60 اطلاع ریز و دقیقی نداریم. اینهایی که در گورستان‌ها در واقع دفن شدن به شکل گروهی، چه کسانی بودن، چه گونه و غیر و ذلک نداریم. تعدادی که اعلام میشه
4000 نفر، 5000 نفری که کشته شدن، آیا همه اینها باز شمارش دقیق هستش؟ نه، هنوز نیست. به چه خاطر؟ به خاطری که دیکتاتوری باید پنهانکاری بکنه. دیکتاتورها باید پیوسته و پیوسته جنایت رو با قدرت انجام بدن، ولی که اونجایی که باز براشون میصرفه سعی بکنن بگوین که ما نبودیم. به این خاطر هستش که ما امروز نگاه بکنیم این جانیانی که بر سر قدرت هستن، این فاسدانی که بر سر قدرت هستن، تک تک اینها مسئول هستن. یعنی چه کسانی مانند آقای خامنه ای، چه کسانی که در رأس تمام این سیستم قرار گرفتن، و چه کسانی که از جمله اونهایی که تیر انداختن، اونهایی که کشتن. منتهای مراتب ما از نظر قضایی باید اثبات بکنیم که چه کسی کجا چگونه کشت. این از نظر قاعده قضاییش این هستش. بنابراین یک رژیمی داریم که این همه تبهکاری داشته و حدوداً بر اساس آماری که امروز هستش این 40 سال گفته میشه کسانی که نابود شدن، کشته شدن، اینهایی که در واقع به روحهای اعدام سپرده شدن، آماری هست مبتنی بر این که بیش از 25,000 نفر، 25,000 نفر کسانی که در واقع به عنوان کی؟ به عنوان محارب با خدا کشته شدن توسط این جمهوری اسلامی. این آمار دقیقی هنوز نیست و کاملی هنوز نیست، و برابری این درنده خویی این جمهوری اسلامی رو نشون میده. انسان ها در کشورهای متمدن میرن در خیابان ها داد میزنن که به فرض نه ما مکرون رو میخواییم، نه نمیدونم فلان رئیس جمهور رو میخواییم، نه آقای ترامپ رو میخواییم و این حرفا، ولی کسی اینها رو به شلیک نمیبنده. و به این خاطر هستش که ما واقعا با یک واقعی بسیار بسیار تراژیکی مواجه هستیم، و اون همون کشتاری هست، کشتار دست جمعی هستش که توسط این جمهوری اسلامی صورت میگیره. و بنابراین اینها سعی میکنن از طریق طرق مختلف، ببینید یکی از طرق مختلف برای که ایجاد اختلال بکنن در ذهنیت جامعه. شما نگاه بکنید حرفایی رو که اینها میزنن، حرفایی که خامنه ای میزنه. یک روز در برابر همین بسیجای آدمکشش میگه که بله شما توانستید کارهایی که باید لازم بود انجام بدید، بعد میاد میگه به اصطلاح دلجویی باید کرد و غیر و ذلک اینا. و بنابراین شما میبینید که چگونه در واقع با مکر و حیله و نیرنگ کار خودش رو به وجود میاره. بنابراین در عرصه سیاست کمیونیکاسیون یا به هر حال مکالماتی، اینها در واقع ایجاد اختشاش باید بکنن، پارازیت باید بفرستن. این پارازیت ها مواظب باشین جزء خود این زبان اینها هست که این زبان آشفت روحی، آشفت فکری به وجود بیاره، که احتمالاً در ذهن بخشی از جامعه این ایده به وجود بیاد چه بسا خامنه‌ای نبوده که دستور داده است، احتمالاً افراد غیر مسئول بودن یا افراد صرفاً شخصی بودن، لباس شخصی ها بودن. نخیر، یادمون باشه ما فهمیدیم و از ابتدا هم می دانستیم که این دستور توسط خامنه‌ای صورت گرفت و تمامی ارگان‌های اصلی در این باغ بودن، و زمانی که در واقع فرماندهی تهران به جاهای مختلف در واقع این دستور رو ارسال کرد، همه اون کسانی که در نقاط مختلف ایران بودن، منظورم تمام مزدوران جنایتکاران، وارد عمل شدن و در واقع بی‌محابا کشتند و کشتند. اینها همه مسئول هستند از نظر به اصطلاح کشتارهایی که انجام دادن. و به این ترتیب هستش که یک نکته آخرم در این زمینه مطرح بکنم. ببینید امروز شما نگاه بکنید این هرم قدرت در ایران راه دیگه ای نداره، به خاطر اینکه برای بقای خودش یک چیز اساسی دیگه از دست داده، و اون هم اعتماد ملت، اعتماد مردم به او، و این اعتماد و اطمینان در هم شکسته. و جمهوری اسلامی برای بقای خودش دو حربه اصلی رو پیوسته به کار برده، یکی حربه دین، حربه خرافات، حربه امامزاده ها، حربه این که به هر حال به نحوی ذهنیت مردم رو زیر کنترل خودش قرار بده به شکل مستقیم و غیر مستقیم، و دو حربه در واقع چی؟ سلاح، یعنی تمامی
ابزارهای جنگی و نظامی رو که این استفاده کرده برای تخریب. و امروز اگر ما ببینیم که با سرعت اینا وارد عمل شدن، زیرا اون به اصطلاح نفوذ گذشته خودشون رو از دست دادن، مردم کاملا بی‌اعتماد هستن نسبت به اینها و بنابراین جز واقعا 1% 5-6% حتی بگیم 10% فوقش در جامعه، اینها در واقع کسان دیگه ای رو ندارن که پایگاه اجتماعی رو اینها رو تشکیل بدن. و بالاخره نکته آخرم این هست که ببینید، میدونیم که در ایران ما در قبل صحبت کرده بودیم حدود 500,000 آخوند وجود داره، یعنی از طلبه های ساده بگیریم تا آیت الله عظمه های بزرگ 500,000. این 500,000 دوستان گرامی من در طی این هفته های اخیر چه کردند؟ کدوم از اونها آمدن موزه گیری کردند و جنایت جمهوری اسلامی رو محکوم کردند؟ کجا؟ تمام این حوزه هایی که در ایران ما وجود داره، تمام این مفخورهای دینی که در واقع از راه به سوء استفاده کردن از نادانی مردم دارن میخورند و به این ترتیب چفاول میکنن و از طریق سیستم دولتی دارای حقوق هستند، مزیت و تمام امتیازات رو دارن، حالا به سطوح مختلفی، یک کسی کمتر، یک کسی بارگاه عظیمتر، همه اینها جیرخور این نظام هستن که از پول مردم در واقع دارن میخورند. خب شما نگاه بکنید طی این چند هفته‌ای که گذشت، کدومی از این آخوندهای بزرگ آمدن گفتن که ما به هر حال مخالفیم؟ بله آقای سیستانی احتمالا یه چیزی گفته، آقای نمیدونم فلانی، اینها اگر هم این و اون حرفی بزنن، این در واقع بیان محکومیت این نظام جمهوری اسلامی نیست. اینها 500,000 آدم هستند، 500,000 آدم، این همه امکانات سایت های مختلف، روزنامه های مختلف، بارنگوهای مختلف دارند، نکردند و نخواهند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینها نفعشون در ادامه همین نظام هست، هرچند که ممکنه برخی از اونها اختلاف نظر با خامنه ای داشته باشند، ولی قدرت پیوند اونها و وحدت اونها بسیار 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 محکمتر از اون هست که احتمالاً اینها با هم اختلاف نظری داشته باشند. بنابراین کشتار این انسانها، فرزندان ما، فرزندان ایرانیان عزیز در داخل کشور، در واقع برای اونها به نحوی واجب هست، زیرا کل نظام زیر سوال رفته بود. و به این خاطر کسانی که میخواهن این نظام رو زیر سوال ببرن و همونطور که خامنه ای گفته بود نظام در واقع تحت مورد تهدید قرار گرفته، پس بنابراین این آخوندای 500,000 که دارن از این مکانیزم در واقع میخورن، اگر پس فردا این نظام برود چه خواهند کرد؟ چگونه به چپاول خود ادامه بدهند؟ چگونه از امتیازات مالی، خانوادگی، معیشتی و مسئله سیاسی و پرستیژ رو به اصطلاح دینی خودشون استفاده میکنند؟ دیگه پایان پذیرفته است اگر چنانچه این رژیم بیافته. و به این خاطر استش که اینها یادمون باشه، یادمون باشه که این چند هفته ای که گذشت، اینها، این آیت الله های بزرگ، هیچ کسی نیامد بگوید این کارهایی که صورت گرفته جنایت هستش، جنایت هستش. ببینید در تاریخ اخیر ما با یک برحال واقعی مواجه بودیم و اون هم در زمان اعدام‌های سال‌های 60، مسئله به اصطلاح مخالفت آقای منتظری با این قضیه، که هم در این ارتباط من برحال فکر می‌کنم که یک اقدام مثبتی کردن آقای منتظری، که این برحال آمدن گفتن که در ارتباط با بخشی از این اعدام‌ها، نه همه اعدام‌ها، اون هم به خصوص در ارتباط بیشتر با کسانی که تو بسیار مسلمان بودند، این حرف رو زد. ولی به هر حال همین اعتراض، اعتراض درست بود، من این رو رفع نمی کنم. ولی دوستان گرامی من، یادمون باشه، من ایجادی این رو میگم، همین آیت الله منتظری که مورد به اصطلاح محدودیت قرار گرفت و زیر فشار به اصطلاح دربار به اصطلاح خاندان خامنه‌ای قرار داشت،
تئوریسین ولایت فقیه بود، جانشین خمینی بود، سالیان متمادی در درون این نظام نقش ایفا کردن ایشون. درست این رو من نفی نمی کنم که اومدن و این افشا رو کردند، ولی یاد اون باشه ما از این ایدولوژی انتظاری نباید داشته باشیم. علارغم این که اختلافات، که اختلاف برجسته زمان آقای منتظری بود، ولی که همون آقای منتظری نیست یکی از بنیانگذاران اساسی سیستم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در مملکت ما. بنابراین امروز گذشت و تمام شد، ولی و امروز ما این هست که مردم در این ذهنیت خودشون این رو کاملا یادداشت بکنن و در تاریخ تکرار باید بکنیم که ببینید چگونه همه این آخوندها با آیت الله خامنه ای متحد هستند. پس آخوندها، من میگویم آخوندها در اون طرف واستادند. این که این آخوند یا اون آخوند اعتراضاتی داشتن، به عنوان نمونه آقای ثانی در دوران به اصطلاح تظاهرات 88 نکات انتقادی داشتن به آقای خامنه ای و غیره. امروز شما نگاه کنید آقای این ایشون چه حرفی زدن، سکوته. بنابراین یادمون باشه، برخی ها میان که ببینید فلان آیت الله نکته ای رو داره مطرح میکنه که احتمالا زیاد موافق نیست با این سیستم های فشار یا کشتارها. خواهش میکنم به ما در باغ سبز نشان ندهید. این گونه اختلافات رو ما از نظر جامعه شناسی میتونیم ببینیم، ولی که این که این رو تبدیل بکنی به یک دورنمای مطبوع دلپذیری که باز دوباره ما به اون به اصطلاح دل ببندیم فایده نداره، این غلط هست. بله، البته من اینجا معذرت میخوام که دخالت کردم وارد شدم بحث شما، اما یک کلید، یه متر، یه معیار، یه شابلون، ایرج مصداقی نازنی در این شرایطی که از همه طرف داره بهش حمله میشه در ارتباط با این کار بزرگی که صورت گرفته بود، یکی از همین جنایتکاران رو به دام انداخته، یه متر به ما داد. گفت اگر اینا هر کدومشون از خمینی رد شدن، شما اونو بپذید. تا زمانی که خامنه‌ای رو میزنه ولی به خمینی اعتقاد داره، یعنی به این نظام معتقده، بنابراین این در خواستش حفظ نظامه. علی خامنه‌ای رو نمیخواد، حسن قلی رو نمیخواد، اما نظام رو میخواد. هر وقت این از خمینی گذر کرد، اون وقت باید نشست باهاش صحبت کرد و دید که واقعا این که میگوه باور داره یا از روی فریب و ترس و نیرنگه. یعنی مهمترین متر به نظر من همینه، همین که شما فرمودید هیچ کدوم اینا از خمینی گذر نمی کنن. از تاج‌زاده بگیر که قدیانی و تاج‌زاده و همه اینایی که در مقابل نظام روزگاری همراهی کرده، امروز در مقابلش به ظاهر ایستادن، ولی هنوز از خمینی که بنیانگذار رژیم اهریمن در ایران بود گذر نکرد. این به نظر من متر خوبیه، از این منظر باید بهش نگاه کرد. اما موضوعی رو که من در مقدمه مطرح کردم ضمن تایید فرمایشات شما و تایید باز هم فرمایشات همون ویدیویی که من دیدم، ولی این یه جوری به نظر من خوب نیست که آدم ها تو ویدیو درست کنن و به مردم درون ایران بگن که آقا شما مثلا یه جون که بیشتر نداری، برو جونتو بده. بعد از خودت شروع کنی. اگه خودت اومدی تو خیابون، تو شهر، تو محلت علیه این رژیم فریاد کشیدی، اون وقت شاید بتونی به بغل دستیت بگی که آقا من دارم فریاد میکشم، یه لیوان آب بده دست من. ولی اینکه تو خونت بشینی به اون بگی برو. ببین الان به خاطر همین جریانی که ظاهرا قرار است فردا یا پس فردا برگزار بشود، پنجم، خب ببینید که الان رفتن تو خونه همین خانواده بختیاری و 10 تا از این خانواده ها رو از فرزند کوچک و فامیل و قوم و خیش، و خب اینا
معمولا در ایران ما اینجور رسم بود که وقتی یک کسی یه عزیزی رو از دست میداد، وقتی مخصوصا جوانش رو از دست میداد، تا مدتها تو خانه رفت آمد بود، عده‌ای مرتب میومدن برای دلجویی، میشستن تا نیمه شب، بعد میرفتن یکی یکی خونش یا احیانا همونجا میخموندن. یه رسمی برای دلجویی میان که خانواده تنها نباشن، زیاد قصه نخورن، حرفای دیگه بزنن، حواسشون رو پرت کنن. رفتن تو خونه این آدما، مهمونا رو گرفتن بردن، میگه بچه 11 ساله رو هم دستگیر کرده. خب این نشون میده که وحشت داره از مردم. نمیدونم، به هر حال اوضاع بسیار غم انگیزی است و اینکه ما در خارج کشور در امنیت و آسایش نشستیم، هیچ حرکتی نمی کنیم ولی از او توقع داریم، یه امر آزاردهنده است به نظر. بله جناب آقای بهبهانی، جانم، در همین تایید نکاتی رو که مطرح کردید، من کاملا با متری که دوست گرامیمون آقای مصداقی گفتن کاملا موافق هستم و واقعیت هم همین هستش که معیار مرکزی ما همین مجموعه جمهوری اسلامی و بنیانگذار اون یعنی خمینی هست و تمام کسانی که هنوز به راه خمینی چشمکی میزنند و به اون توجه دارند، از جمله مانند کسانی که امروز هستند مثل آقای سروش ها و کسانی که حتی در داخل هستند و غیر ذلك، اینها در واقع در اون طرف هستند، یعنی در جبهه نظام هستند و به این خاطر هستش که اینها باید ما بگوییم و تکرار بکنیم جامعه ما، تمایل کنونی جامعه ما گذار از این نظام دینی آخوندی هست، گذار از این نظام در واقع تئولوژیکی هستش که تمام انسانها رو در واقع زیر فشار خودش قرار داره و بنابراین تمام این همه زجر و آزار برای مملکت ما به وجود آورده. اون همون ایدئولوژی اسلامی خمینیستی است که امروز نیز ادامه داره. خمینی با آیت الله خامنه ای چه تفاوتی داره؟ خامنه ای ادامه آقای خمینی هست و به این خاطر استش که ادامه و تداوم این رژیم از 40 سال پیش تا امروز ادامه داره. یک نکته دومی هم، کسانی که اینجا احتمالاً نشستند و میگویند بله اونها برند و این کارو، این گستاخی بسیار بسیار ابلهانه هست. گستاخی است به این خاطر که اینهایی که چه بسا مایه خود نخواهند گذاشت و کسانی هستند که ارد به قول معروف میدن، کسانی هستند که در واقع چه بسا در آسایش و آسودگی قرار دارند، اینها حق ندارند به این ترتیب به کسان دیگه‌ای که دلشون خواسته، احساس مسئولیت خودشون بوده و به این خاطر اومدم در درون خیابان‌ها، کسی نه حزبی بهشون گفته، نه نمیدونم رهبری بهشون گفته، اینها حس مسئولیت فردی این انسان‌ها برای اینکه سرنوشت خودشون رو تغییر بدن آمدن و در خیابان‌ها داد زدن مرگ بر دیکتاتور و غیر و ذلک. و بنابراین کسانی که در واقع در چنین مناسباتی قرار ندارن، چنین سرمایه گذاری رو نمیخواهند بکنن، چنین هزینه‌هایی رو نمیتوانند بدن، اونها خوبه که در واقع دهان‌های خودشون رو ببندن. ما به عنوان کسانی که در خارج کشور هستیم، تمام کنشگران سیاسی، فرهنگی، تمام شهروندانی که برای کشور خودشون دلسوزی دارن و خواهان این هستن که این حکومت برود و حس همیاری و همدردی با تمام میهنان ما دارن که در ایران مبارزه کردند و میکنن و همچنین حس همدردی با تمام خانواده هایی دارن که بچه هاشون در این دوره های اخیر در واقع نابود شدند و همچنین در دوره های گذشته، ما هدفمون چی باید باشه؟ حمایت از این جنبشی که میخواد در واقع به این نظام پایان بده. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما حداقل در این است که این پشتیبانی معنوی و سیاسی خودمون رو نسبت به اونها به اعلام بکنیم و پیوسته بگیم، نشون بدیم که ما در واقع با اونها همدرد هستیم. ما در برابر دشخیمانی مانند خامنه ای که همون هیتلرها، همون خیوسامپانها، همین آدمهای جنایتکار تاریخ هستن، اینها در کنار اونها قرار داره و
و بنابراین ما در کنار او نمیتوانیم قرار بگیریم. به چه خاطر؟ به خاطری که حس همدردی داریم و بنابراین هم از گستاخی ها در واقع باید دست برداشت، هم این که در واقع کسانی که میخوان مایه بذارن مایه های خودشون برن در ایران و یا اینکه در خارج کشور هستن به هر دلیلی حداقل تمام توان خودشون رو تا اونجایی که میسر هستش در همسویی با جامعه‌ای که به سوی آزادی میخواد حرکت بکنه به کار ببرند. و من نکته آخرم این هستش که یک بار دیگه واقعا همدردی خودم با تمام خانواده‌های عزیزی که فرزندان خودشون رو از دست دادن به خاطری که گفته شد که 1500 نفر و حدود 400 نفر نیز از زنان بودن در این کشتارها، و من به نوبه خودم همدردی خودم رو با همه اینها اعلام میکنم و از جمله در ارتباط با اون قراری که به اصطلاح پنجم باید صورت بگیره فکر میکنم که ما باید در واقع در این قرار باشیم. ما به این ترتیب باید به این جمهوری اسلامی نشون بدیم که همه همدردیم و به این ترتیب یک نعی بزرگ به این جمهوری اسلامی که سراپاش فاسد هستش دوباره این نعی بزرگ رو اعلام بکنیم. بسیار ممنون از شما، منم با شما همراه هستم. اجازه بده من میخوام همینجا این پرسش رو مطرح بکنم. بحث ایمان و اعتقاد است، این دو مقوله مختلف ایمان و اعتقاد، و این رابطه خدا و انسان بده. مثلا میگن آقا باید آدم این خدا رو تو این شرایط داشته باشه تا بتونه دلگرم باشه. میخوام نظر شما رو به عنوان یه آدم لایک بپرسم، اینم که شما در این قضیه چی فکر میکنید؟ بله جناب آقای بهبهانی، اجازه بدین چند نکته رو قبل از اینکه مستقیما به پرسش شما نظر خودم رو بدم. ببینید، در یک تعریف عمومی و کلی خدا رو اگر به این تعبیر بکنیم که نوعی الهه است، خالقی است که پدیده هایی رو خلق کرده به وجود می آوره و در حالتی و در صورتی که قوانین حاکم بر اون پدیده در واقع بر او که خدا هست حاکم نیست، بنابراین ما به این ترتیب به نوعی خلقتگرایی برسیم. بنابراین خلقتگرایی یعنی که اعتقاد داشتن به این که خالقی هست که او خارج از قانونمندی های جهان ما عمل کرده و تمام جهان و قانونمندی های این جهان رو تنظیم کرده. این میشه نوعی اعتقاد به این به اصطلاح خالق، نوعی خلقتگرایی. ببینید، در دین یهود خدا به عنوان پدری توصیف میشه، یهوه به عنوان پدری توصیف میشه که خالقه و این فرد قانونگذاره، محافظ هستش. این خالق همه چیز رو، یهوه تمام جهان رو به وجود آورده و در ضمن قانونگذار زندگی هست و موسی کسی هستش که این قانون رو اعلام میکنه. پس بنابراین شما در برابر اون قانونگذار و پیامبر او باید عملا سجده بکنید. خب این بنابراین کسانی که در این زاویه هستن تنها یک پیام رو میشنون و این پیامی که اتکا بکن به یهوه. کسانی که به عیسی مسیح اعتقاد دارن، به مسیحیت در آمدن، اینها نیز بارها و بارها و در تاریخ خودشون، روایت خودشون مطرح میکنن که به هر حال عیسی مسیح با قدرت کلامیش و اعمال خودش اراده ای رو به وجود آورده و اراده ای رو منعکس کرد که این اراده همان اراده خدایی است، زیرا مرده را زنده میکرد، زیرا نابینا رو بینا میکرد، بیماران رو شفا میداد، یعنی همان قدرت الهی رو در خودش متمرکز کرده بود. و به این ترتیب هستش که در واقع خدای عیسی خدای خالق، خدای در واقع جهاندار هست که قادر مرده رو زنده بکنه و به این ترتیب قدر قدرتی خودشون نشون بده. هرچند که رابطه عیسی با خدای او و رابطه ای که عیسی با جامعه برقرار میکرد رابطه نسبتاً آرامتری هست نسبت به رابطه ای که موسی با جامعه خودش داشت. در زمانی که در اسلام ما میرسیم، اسلام یک الله، الله خدای یکتا،
و این خدای یکتا احد کسی هست که قادر هست، قادر متعال هست، بی همتا، بزرگ، و کسی هست که گیتی را به وجود آورده. و در این تعریف همون تعریفی که در دین یهود وجود داره در ارتباط با الله نیز وجود داره. برابری بسیار بسیار زیادی بین توصیفی که در ارتباط با الله هست با توصیفی که در ارتباط با به اصطلاح یهوه هست. ولی علارغم این برابری هایی که وجود داره، خدای الله یا الله مشخصا کسی هستش که قاهره، کسی هستش که میکشه، کسی هستش که میگوید بجنگید، کسی هستش که همه را قبل از این که متولد بشن سرنوشت اونها را تعیین کرده. این خدا یعنی خدایی مطلق، خدایی در همه جا، و به قول اونها از رگ گردن شما به شما نیز نزدیکتر است. هم در آسمان ها هست، هم بلافاصله در درون شما قرار گرفته. پس بنابراین چه باید کرد؟ فقط یک کار باید کرد، باید عبد او بشوید، تسلیم او بشوید. جهان ما زمانی میتواند خوب باشد که شما تسلیم الله بشوید، و زمانی که تسلیم الله شدید، بنابراین دلتون رو قرص نگه دارید. شما در واقع در پناه الله هستید، و فقط به این اعتبار که الله به شما اجازه داده شما میتوانید زندگی بکنید. پس بنابراین این خدای الله یا این الله در واقع یک قدرت عظیمی هست و بسیار اخمو، بسیار بیرحم، بسیار عاشق شکنجه. خب هر کدوم از اینا رو ما اگر بریم ببینیم، به عنوان نمونه در ادیان دیگه، در ادیان مانند زرتشتی، در ادیانی مانند هندویزم، بودایی، به این ترتیب نیست، به این ترتیب نیست. یعنی نگاهی که در هندویز به فرض هست به حدود 33 خدا معتقد داره، اعتقاد دارن به اصطلاح دین هندویز. و یک نگاه دیگه هست در ارتباط با بودیسم یا بوداییسم، یک نگاه دیگه هست اساسا به مسئله خلقت آسمان و زمین توسط الله یا خدایی نیست، رابطه انسان و در واقع نفس خودش، رابطه انسان با دوروبر خودش و غیر و ذلک هست. حال زمانی که ما میرسیم حالا به علم، علم و خدا، علم و به اصطلاح الله، خدای علم و دانش کیست؟ استیون هاوکینگ، خاطرتون هست، کیهانشناس و فیزیکدان مشهور بریتانیایی، در یک سلسله اظهار نظری که مطرح کرده بود میگه خدایی وجود نداره. این کیهانشناس که نابغه واقعا بود مطرح میکنه که طبیعی است که پیش از درک دانش به خلق هستی به توسط یک به اصطلاح خداوند باور داشته باشی، قبل از اینکه این علم پیشرفت بکنه. دین به معجزه باور دارد، و بنابراین زمانی که علم نیست، مسئله اعتقاد به معجزه یک باور عمومی می شود. اما او میگه چنین رخدادهایی با علم سازگاری نداره. او میگوید درباره زندگی، میگوید حیات پس از مرگ افسانه بیش نیست. یعنی چی؟ یعنی که در اینجا اگر الله و یهوه و پدر در به اصطلاح دین مسیحیت صحبت از این میکنن که آسمان هست و تو از الله خودت یا خدای خودت باید تبعیت بکنی، و این امر مسئله محوری در اخلاق جامعه هست، یکی از دستبردهایی که در تاریخ بشریت صورت گرفته، دستبردی هست که دین در ارتباط با اخلاق
مرتکب شده. یعنی چی؟ یعنی به این ترتیب در ذهنیت ها باقی گذاشته که اخلاق و اخلاق فقط یک منشأ داره، اون اخلاقی که از دین برمیخیزد، اخلاقی که از دین برمیخیزد، حال آنکه چنین چیزی درست نیست، یک افسانه‌گوییست، یک فریبه، یک دروغه. خاطرتون باشه حتی موادی که در درون به اصطلاح تورات وجود داره از تمدن‌های پیش از او حتی آمده است. بله، بیش از او، تمدن‌های میان رودان رو بریم مطالعه بکنیم و بخشی از این آموزه‌های تورات از اونجا آمده، یعنی از اونجایی که خود اونها نمی‌گفتن ما خدایی هستیم، قوانین انسان بوده. پس بنابراین اینها آمدند و گفتند که تنها حقیقت ما هستیم و تنها اخلاق ما هستیم و به این ترتیب این در ذهنیت جامعه فرو رفت که برای یهودیان گفتند که اخلاق فقط اخلاق یهودیت توراتی، اخلاق در مسیحیت میشه اخلاق به معنای مسیحیت و در انجیل، و اخلاق برای مسلمان ها تبدیل شد به اخلاق در درون قرآن و اخلاق به سلام مسلمانی. و کسی که دوستی که به من گفت اگر ما در واقع دین رو از دست بدهیم دلمون خالی میشه، یعنی منظورش این بود که دستخوش نگرانی میشی، استراب بهمون دست میده. خب به طبع برای کسانی که عمیقاً و بدون فکر به چنین چیزی چای میزنن، براشون نگرانی میتونه به وجود بیاره. این که این ایده که چه بسا ما خودمون رو جدا بکنیم، این براشون نوعی ارتعاش به وجود بیاره، نوعی نگرانی به وجود بیاره. شما نگاه بکنید کسی مانند به فرض امام 12 که اصلا وجودی نداشته است، امروز ما در ایران ما چاهای جمکران میسازن. شما به این آدم هایی که فاقد یک خردگرایی هستن بریم بهشون میگه کنین بابایی وجود خارجی اساسا نداشته و جز خرافات، جز ساختی ذهنی شما و جز جعل آخوند ها چیز دیگری نیست، بر خود خواهد لرزید. به چه خاطر؟ به خاطر این که به شکل صادقانه ولی این جهل و این نادانی رو از آن خود و درونی خود کرده است و بنابراین قلب و ایمانش روی این امر استوار هست. ولی ما که با حداقل عقلانیت به صلاح کار میکنیم، میدانیم که این ماجرا یک ماجرای جهل عظیم در درون شیعه است. شیعه یکی، شیعه‌گری یکی از اون مذاهبی هستش که بیشترین جهل رو در تاریخ داشته است و این رو حاضرم به شما اثبات بکنم. به این ترتیب هستش که کسانی هم که میگه که من دلم به اصطلاح خالی میشه، خب این دل خالی شدن شما از کجا آمدید؟ شما از خانوادتون آمدید که این دین رو به شما داده. تمام مدارس ایران دارن این دین رو حق نمی کنند. هیچ گونه برخورد عقلانی نسبت به این دین وجود نداشته، نقد نسبت به این دین در جامعه وجود نداشته باشه، معلم در ارتباط با این دین صحبت عقلان به صراح خیرتمندانهی نگفته، زیرا خود اونها بنده این دین بودند. به این خاطر استش که این ذهنیت، این ناخودآگاه انسانی در چارچوب این از خود بیگانگی که تولید شده میخ شده، به سلاب کشیده شده و برابر این کلین فردی علارغم این که میتونه به صلاح صادق باشه، ولی ایکن یک فرد فاقد هر گونه قدرت فکری هست و فردی هستش که مسلوب شده در درون خرافه های خود قرار داره. پس بنابراین این فرد اگر بخواید این ایمان خرافاتی و سراسر خرافاتی رو بگیرید، به طب ناراحت ممکنه بشه. ولی ایکن ما یک ایده اساسی رو باید همیشه در نظر داشته باشیم: بیان حقیقت، روحی انتقاد، روحیه‌ای که برای کشف حقیقت نمی هراسد. بنابراین به این دوستم گفتم که شما فکر میکنی که من نوعی، مگه من دین دارم؟ من ندارم، از 14-15 سالگی دیگه دین نداشتم،
ولی در تمام این دوران ارزش‌های والایی داشتم. گاه ارزش‌های ایدئولوژیکی بوده، غیر دینی، به عنوان مارکسیست به فرض بودم، یا امروز ارزش‌های بزرگی مانند هیومانیسم، انسانیت گرایی، ارزش‌های بزرگی مربوط به مسئله اکولوژی و طبیعت، ارزش‌های بزرگی مانند حقوق بشر، ارزش‌های بزرگی مانند صلح در این جهان، ضدیت با جنگ، اینا ارزش‌های انسانی است که همه جوامع به اون احتیاج دارند. پس بنابراین این که بگین که وقتی من به شما میگم که بله شما میتوانید به فرض به نسبت به اسلام میتون انتقاد داشته باشی و به من گفت بله به فرض مثلا اسلام میگوید که دروغ نگویی، خب این که دروغ، این حرف عمومی، دروغ نگفتن در تمام ادیان و غیر ادیان این آمده است. کدوم عقل سلیمی میپذیرد قبل از اینکه اسلام به وجود بیاید این حرف رو گفته شده دروغ نگویی؟ ولی تو خود قرآن دروغگویی وجود داره، در زندگی پیامبر اسلام دروغگویی وجود داره، در زندگی 12 امام شیعه دروغگویی وجود داره و تمام در زندگی تمام آخوندها دروغگویی وجود داره. اون در واقع یک احرامی هست برای چی؟ خلع سلاح کردن شما، که شما را در واقع بخره. بنابراین شما نهراسید. این که دلتون ممکنه خالی بشود، از چی خالی بشود؟ دلتون رو یا ذهنت خودتون رو پر بکنید از ایده، از افکار، از خواندن، از پژوهش. نترسید. ببینید این انسانهایی که امروز در این جهان هستن، یک درصد کوچکیش مانند شما که احتمالاً شیعه هستید در این جهان هستن، اکثریت مطلق این جهان شیعه نیست و اونها دلهای خاص خودشون رو دارن و بخشی از این جمعیت جهان کسانی هستن که اساساً به هیچ دینی اعتقاد ندارن و اونها باز مسئله ارزش خودشون رو دارن. پس مرانی فکر نکنید که ذهنیت شما، واقعیت شما تمام حقیقت هستی در این جهان هست. نخیر، این رو از سر دوگماتیز دارید مطرح میکنید، این رو از سر بیخردی دارید مطرح میکنید. برید بخوانید، برید بیاموزید، برید در واقع نگاه بکنید. دوستی مطرح کرده بود که من نمیدونم در قرآن چه نوشتند اینا، یه کسی بهش برگشت خب حال بخوان، رفت و خواند و اتفاقا ایشون هم نماز میخونه و روزه میگیره و همه این به اصطلاح کارهای عبادی رو انجام میده. ایشون رفت و به هر حال قرآن رو نگاه کرد و اینا، برگشت و گفتش من قرآن نگاه کردم اصلا هیچی نمیفهمم. برگشت رفیقش بهش گفتش که خب حالا فارسیشو بخون. رفت دوباره به فارسیش نگاه کرد، ترجمه‌ای که ازش این حرفا اومد، گفتش که فارسی رو من خوندم ولی هیچ نمیفهمم، نمیدونم چی داره میگه قرآن. اونم برگشت گفتش که خب مهم نیست، حالا قرآن رو در قلبت نگه دار، به کار به اصطلاح نماز و روزه خودت برس. اینه، این سیستم همون سیستم به اصطلاح نادانی پرور هست. یعنی چی؟ یعنی این که فقط میخواد گره یا میخ این اعتقاد رو بر پایه نادانی استوار بکنه. و درسته حرف ایشونی که گفت من نمیفهمم قرآن، درسته، جز حرفای تیکه تیکه و بریده بریده که فقط متخصصین میتونن اون رو توضیح بدن، برای جماعت گسترده از ایرانی هم اگه قرآن رو مگه میفهمن؟ ولی علارغم اینکه قرآن رو نمیفهمن و او جایی که بفهمن متوجه خواهند شد که چقدر در واقع آشفتگی در این به اصطلاح پیام و قرآن وجود داره، ولی یک ذهنیتی پیدا کردن. این ذهنیت تابع قدسیته، تابع این که هستش که این امر مقدسه و چون این امر مقدسه تمام ذهن این رو چیکار کرده؟ به یک ذهن زنگ زده تنبل تبدیل کرده و این ذهن دیگه نمیتواند فکر بکنه. به این دوست گرامی گفتم که نگران نباشید. ببینید دانشمندانی هستن که میگوین زندگی پس از این به اصطلاح این جهان یک افسانه بیش نخواهد بود، به این معنا که در واقع این که بریم به اصطلاح بهشتی وجود داشته باشه و قیامتی وجود داشته، اینها همه افسانه است، اینها همه افسانه است. ولی بله، وقتی که من جسم من نابود خواهد شد، من جسم من به از نظر علمی به طبیعت برمیگرده، به تمام این کهکشان ها برمیگرده، همونطور که ذهن به اصطلاح جسم امروزی من
تمام موادی که در درون این جسم من هست از جمله همون موادی هست که در کل کره خاکی و در کل خورشید ما وجود داره. ما جزء همه این مجموعه ارگانیک به اصطلاح جهانی و دنیایی هستیم. بنابراین بله ما تغییر خواهیم کرد، ولی که اون چی که افسانه اون گفتن اون نخواهد بود. پس بنابراین اگرم شما نگران هستید، خب این نگرانی با دیگران تقسیم بکنید، مطرح بکنید، نگران نباشید، بخوانید، سوال مطرح بکنید. زیرا زمانی که فردی قدرت فکری لازمه رو نداشته باشه، ترسو باشه، قوت قلب لازمه رو نداشته باشه، به ناگزیر یک برده چیز دیگه ای نخواهد بود. و ما احتیاج به این داریم که در جامعه ما این ذهنیت به سوی به صلاح قدسیت از این مکانیزمش بیرون بیادش، نگاه بکنه به جهان خودش، ایده های گوناگون رو نگاه بکنه که به این ترتیب یک فضای جدیدی در جامعه ما تولید بشه. بسیار ممنون و متشکر از شما. سپاس و صد سپاس از همه مهرت. خواستم یک موضوع دیگر رو مطرح بکنم، اما به علت اینکه دیگه فرجه ای نیست میذاریم این رو به جلسه آینده و در فرصت دیگر راجبش صحبت خواهیم کرد، و اون هم اصل این فرهنگ کریسمس بود. میخواستم از زبان شما بشنوم. اجازه میخوام هفته آینده یا هفته بعدتر راجب این موضوع با شما صحبت بکنم. فقط جناب آقای بهبانی عزیز، فقط یک جمله. از اونجایی که برها دوره جشن هست و از اونجایی که اعتقاد من بر این هستش که نوئل در اساس یک به اصطلاح جشن دینی نیست، جشن مذهبی نیست، جشنی برای شادمانی هست، و بنابراین از اونجایی که بخشی مهمی از این کره جهانی و بخشی از جامعه ما نسبت به این دوره که یک دوره به حال جشنواره هست، من به اونها نیز همراهی دارم، با تمام کسانی که در تمام عیدها و جشنها به اصطلاح شرکت میکنن و زندگی انسان رو با شادمانی پیوند میدن. بله خب جشن همیشه خوبه. بسیار ممنون، سپاس و صد سپاس. برای شما بهترین کریسمس رو آرزو میکنم، با آرزو ایامی خوش برای شما، خانواده محترم و گرانقدر. ممنون از شما جناب ایجاد. متشکرم، موفق و پیروز باشید. بهها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای ایجادی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و در این ایام کریسمس میهن تیوی رو به دوستانت معرفی کن. در این دید و بازدید ها اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، به دوستان یاد بدید، اگر نمیتونن بهشون کمک بکنید، و اگر نمیتوانید ازشون کمک بگیرید که چگونه اپلیکیشن رو تو تلفن و آیپد و آیفونتون دانلود کنید. همطور که بعد زدسوندن در تقلا هستم که بتونین صدای میهن رو، صدای شما خوبان رو روی ستلایت ببرید. در این زمینه اگر میتوانید 100% نیاز به کمک مالی هست، ما رو در حقیقت محروم نکنید. شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید، و همین. ممنون، کریسمس خوبی داشته باشید. متشکرم.